بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید خیلی خیلی ممنون هستم. از حضرت محسن علیه السلام چه میدانید و او را چگونه معرفی میکنید؟ حضرت محسن علیه السلام فرزند حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و خانم فاطمه زهرا است که در به اصطلاح زمانی که ایشون تازه روح بر بدنشون دمیده شده بود به شهادت رسیدن و خب اولین شهید راه ولایت هستن. در حقیقت درسی که شهادت ایشون به ما میده این که ما همه وجودمون و همه خانواده و همه به صلاح داراییمون در راه ولایت باید فدا بشه. حضرت محسن علیه السلام فرزند کوچک حضرت علی و حضرت فاطمه سلام علیها بودند که با ضربتی که ملعونین به پهلوی حضرت فاطمه سلام علیها وارد کردن حضرت محسن به شهادت رسید و اولین شهید راه ولایت بود که به ما و کلیه مسلمین جهان راه ولایت پذیری و کشته شدن در راه ولایت را آموزش میده. حضرت محسن فرزند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، همه ما شیعیان میدونیم وقتی که حضرت فاطمه زهرا را پشت در و دیوار در اثر فشار زیاد و زحمتی که بهش دادن متاسفانه بین در و دیوار گیر میکنه، دو صورتش نیلگون و خدمت شما زخمی میشه و پهلوش شکسته میشه و حضرت محسن سلام الله علیها به شهادت میرسه. به نظر شما اهمیت شهادت حضرت محسن در چه جهاتی بود؟ اهمیتش در این که یک سوم از سادات الان کمتر شدن که اگر بود بالاخره نسلش ادامه پیدا میکرد و همچنین بصیرت بین مسلمانان بیشتر میشد که هر ائمه بیشتر بشه، هر امامزاده بیشتر بشه، به هر حال بین مردم بیشتر روشنگری میشه، بیشتر دین ترویج پیدا میکنه. اون چه مسلم تقدیر الهی است که خدمت شما عرض کنم که گروهی در مقابل ولایت قرار گرفتن و متاسفانه ایشون اولین شهید راه ولایت بودن. حضرت محسن علیه السلام به هر حال شهادت ایشون یک نشان دهنده این بود که ما هیچ گونه گذشتی نداریم زمانی که در راه ولایت میخوایم در حقیقت بجنگیم و کمک کنیم ولایتمون رو، میخوایم پایداری کنیم ولایتمون رو، در هر موقعیت و هر زمانی به اصطلاح حرکت خواهیم کرد و به هر حال حضرت محسن علیه السلام میتونست، بودن ایشون میتونست حضرت امام حسین دیگری رقم بزنه، امام حسن دیگری رقم بزنه. برای این شهید کردن که هستن دوست داشتن نسلی از این ائمه بمونه، اصلا میخواستن فاطمه ای نباشه، اصلا میخواستن حضرت علی نباشه، اصلا میخواستن ائمه معصوم نباشه.